سلام با شما همکارای عزیز شبانه جان و مصطفی جان و سلام با شما بیننده های عزیز که امیل ازن شستین و برنامه سلام صبح بخیر از تلویزیون ملی افغانستان میبینین. بله باز هم یک صبح دیگه و با یک گزارش دیگه در خدمتتون قرار گرفتم و تشکر از همکارایم که وقت بر ما دادن و ما هم آمدیم در سطح شهر. هوا واقعا بسیار مقبول است، هوای بارانی است، یک صبح دلانگیز است و ما اینجا آمدم به یک رستورانتی که امروز تازه افتتاح شده و این رستورانت از طرف یک بانو افتتاح شده. خب میریم داخل میبینیم که مصروف چی کار هستن، با ما باشید. زنده باشید. امیل ازا از برنامه سلام صبح بخیر تلویزیون ملی افغانستان تمام دوستان میبینن. گرچه شما یک چهره مشهور هستین، شما را همه دوستان میشناسن، بازم میشه خدا به بیننده ما معرفی کنید. تشکر. من فاطمه رسا هستم. مدتی در رسانه مختلف وظیفه داشتیم و کار کردیم و حالا هم شروع به کار کوچکی، کافی خیلی خرد و کوچکی که به نام کافی لبخند هست، کارم شروع کردیم و شما هم خیلی خوش اومدید. چی انگیزه باعث شد که شما آمدین با کاروبار خبرنگاری خداحافظی کردین و آمدین کار شخصی را شروع کردین؟ رسانه در خون ما، در رگ ما، در زندگی ما، بخش بزرگ از زندگی ما هست. ما بنابر مشکلاتی که وجود داره، مشکلات امنیتی هست، نبودن مسئولیت کاری هست و خیلی مشکلاتش زیاده که شما هم شاید میفهمید چون در رسانه کار کردین. به همین خاطر مدت خیلی کوتاهی را تصمیم گرفتم دور باشم تا یک مکانی بسازم و داشته باشم که بتانم بر جوانا و بر کسایی که حداقل فراموش کردن همون لبخندشان را، لبخندشان را بیارم برشان، حداقل بتانم یک مکان راحت و آرامش بخش بر خانوما بتانم آماده کنم. خوش هستم که یک بانو میتونه در کشور ما سرمایه گذاری کنه و کار ایجاد کنه برای بانوان دیگه ما و از این خاطر من فاطمه جان حمایت میکنم و همیشه همراهشان هستم و همراهشان همکاری دارم. آمدیم که با دوستای عزیز سرباز مازاد صحبت بکنیم و همچنان نگیراز کافی بنوشیم و همین خستگی روز که مثلا در طول روز مثلا انجام دادیم بیاییم و در از فضای فرنگی کمی لذت ببریم. بیاین در افغانستان بمانیم، بیاین کار بکنیم، بیاین زحمت بکشیم، بیاین وطن خودمون را خارجی که شما تصور میکنید بسازیم. ما میتونیم، چرا نمیتونیم؟ اگر امروز من یک سرمایه گذاری کوچکی کردم، همون گونه یک فرد دیگر میتونه سرمایه گذاری کوچکی را انجام بده، میتونه حداقل یک کار به خاطر مردم افغانستان، به خاطر کشورشان انجام بدن. بیاین بمانیم، بیاین صلح خودمون بیاریم، پیاده بکنیم، بیاین در افغانستان خودمون زندگی بکنیم و ما مطمئن هستیم که ما میتونیم، هیچ وقت شکست را قبول نکنیم، به خصوص دختر خانم‌ها. خوشحال هستیم امروز ما به عنوان یک جوان، یک از قشر اوناس خانم که افتخار آفریدن و یک کافر باز کردن و از بزنس شخصی خودشون کار ایجاد کردن و برای بعضی جوان‌ها کار و شغل هم ایجاد کردن، واقعا خوشحال هستم من شخصاً.